مناظره ای رو براتون پخش میکنم که جنجالی است و در صدا و سیما در 25 شهریور 1402 در اصل همون روزی که سال روز کشتن محسا امینی بود مناظره ای در صدا و سیما پخش میشه که تشخیص داده میشه که توهین به اربعین و سفر حج بوده و مهمان برنامه رو بازداشت میکنند و حالا چه به سرش آمده هنوز مشخص نیست اما برنامه ای تحت عنوان کنشهای اجتماعی و پیدایش التحاب یعنی در اصل همین مسائلی که این روزها در کشور رخ میده اعتراضات و انقلاب نوین رو دارند ریشیابی میکنند که ببینند این التهابات که همون انقلاب هست اینها اسم دیگری روش گذاشتند التهابات جامعه به خصوص اینها روش اسم گذاشتند و کنش های اجتماعی همون درگیری هایی که بین مردم و معموران سرکوبگر وجود داره حالا در این مناظره دو نفر شرکت دارند یکی جبار رحمانی است و یکی سید حسین شهرستانی که سید حسین شهرستانی در اصل مدافع مسائلی است که در جامعه روش سرپوش میذارند روش پا میذارند ظلم میکنند که در اصل همون خامنه ای است در این آقای شهرستانی سید حسین شهرستانی مدافع خامنه ایز و سیاست های رژیم رو به نظر خودش درست میدونه و باید اینجور باشه و همه این ناکارآمدی ها رو به امریکا و غربی ها و ضد انقلاب نسبت میده اما جبار رحمانی که پژوهشگر هست در رابطه با حرفای اون بحث میکنه و مسئله اربعین رو پیش میکشه و علنی اربعین که برای اینها ریشه حکومتشون هست رو زیر سوال میبره بسیار منطقی و خوب مسئله رو باز میکنه و گویا این شخص رو بعد از مناظره در تلویزیون دستگیر میشه جبار رحمانی بدون ترس و واهمه در تلویزیون خامنه ای در یکی از شبکه های تلویزیون چگونه پنبه این رژیم رو زد و حرفش رو زد و بسیار شجاعانه حرفاش رو زد که تمام ناکارآمدیها ها و تمام سیاست های خامنه ای به ضرر ایران و مردم ایران هست و باید هر چه زودتر مردم راه و چاره ای رو بیندیشند تا از این نابسامانی ها نجات پیدا کنند و اون راه هم انقلاب نوین هست که باید به دست جوانان غیور ایران انجام بشه